سلام درس هشتاد رو شروع کنیم با عنوان words commonly mispronounced کلماتی که معمولاً اشتباه تلفظ میشن بیایید قبل از اینکه این, درس رو شروع کنیم من دو تا نکته در رابطه با تلفظ و لحجه و اینا بگم ببینید تلفظ رو همیشه برید از یک منبع درست چک کنید نه از من معلم هیچ معلم نان نیتیو سپیکری از دید من ممکنه من اشتباه کنم من نظر خودم حتی اونی که فکر میکنید لحچش با این نیتیو سپیکر مونه میزنه به نظر من صلاحیت تدریس پرونانسیشن و لحجه رو نداره این کار کاریه که اکسکلوسیولی یعنی به طور خاص باید بیفته دست نیتیو سپیکر باید دست کسی باشه که زبان ما تازه اونم همون لحجه خودش یعنی اگر امریکایی داره بریتیش درس میده اینم باز من اینو قبول ندارم نظر شخصی ما میگم, میگم. ممکنه دیگران نظر ای داشته باشن ولی من این کارو نمیکنم. من اگه بخوام مثلا لهجه استرالیایی یاد بگیرم نمیرم از یه بریتیشی که داره اداشو در میاره یاد بگیرم میرم از یه خود استرالیایی یاد میگیرم هر لحجه ای رو می‌خواید یاد بگیرید ببینید لهجه و تلفظ فرق می‌کنه یادتون باشه لهجه حداقل چهار تا ویژگی داره تلفظ یه چیز دیگه است این از این حالا کلمات میخوایم چک کنیم توی دیکشنری چک کنیم یه دیکشنری محتبر یا چون خیلی از کلمات ممکنه تلفظشون در دنیای واقعی با دیکشنری متفاوت باشه یا از نیتیو سپیکر حالا اینو میتونید جای مختلف پیدا کنید سایت هایی هستن که مثلا ویدیو ها رو از توی یوتیوب در میارن مثل مثلا یوگلش.com این اینجا بزنم شما هر کلمه یا هر عبارتی رو خواستید تلفظش رو پیدا کنید توی یوگلش سرچ میکنید و اونم میره میگرده توی یوتیوب کلماتی پی... همون کلمه رو تو ویدیوها پیدا میکن. و تازه از ویدیوهایی که پیدا میکنه ببینید کدوم نیتیو سپیکر رو به اون گوش بدید در رابطه با لحجه و تلفظ تنها کاری که یه معلم میتونه بکنه معلم نان نیتیو سپیکر رو میگم من خودم رو در واقع مثال میزنم تنها کاری که میتونید کمکی که من باید به شما بکنم اینه که راهنمایی کنم درس دادن من اشتباهه تو این زمینه نظر شخصی ما باز میگم من تحت هیچ شرایطی تلفظ یا لحچه به کسی درس نمیدم یعنی این اجازه رو به خودم نمیدم که بخوام به کسی درس بدم اینو باید یه معلم نیتیو سپیکر درس بده اما نکاتی هست که مثلا من میتونم کمک کنم در اون صورت میگم مثلا یه وقتای یه سیمیلیشن هست یه جایی یه کلمه متفاوت هست اینا رو من میتونم کمک کنم یعنی در حد راهنمایی خب حالا با این به قول انگلیسی یا کبییت بریم سراغ درس وولز اول وول ها وول یعنی چی حروف صدادار چیا داریم اینجا هست من اینو بزنم a آی یو ای که حالا به این شکل اومده و او که اینجاست بزاید اون بالایش که تکیه رو پس اینا رو بزن اینو باک حالا ترکیبات اینا هم هست مثلا آی ای ای آی ی a oو و دابل آل ببینید حالا اینی هم که ما داریم اینجا انگلیسی بریتیش هست تازه ببینید وقتی میگیم انگلیسی بریتیش منظور ستندرد southern بریتیش اکسنت هست چون اصلا واقعا گفتن لحج... عبارت لحجی بریتیش واقعا عبارت مسخره است چون بریتانیا هر محلش واقعا یه لحجه ای داره و ما بیایم اینجوری بگیم که لحجه بریتیش اصلا معلوم نمیشه کدوم لحجه ولی اون چیزی که کتابا درس میدن اینه standard southern British accent بعضی وقتا معادل با RP هم میگیرن که البته اشتباه است RP میشه received اگه اومد pronunciation بعضی وقتا این دوتا رو یکی میگیرن که البته اشتباه RP Received Pronunciation نیست ولی شباهت بسیار زیاد به هم دارن حالا ما در مورد این بالایی صحبت میکنیم مثلا اینجا نوشته کت صدای ا میده ولی این همین صدا توی انگلیسی امریکایی متفاوته یه صدای ا داره مثلا فرض کنید یه کلمه این مثل من میگم پلان یا در انگلیسی بریتیش البته من که کسی نیستم واقعا در انگلیسی بریتیش میگن پلان صدای امیده در انگلیسی امریکایی حالا البته من درست نمیتونم بگم. ولی میشه پلان یه صدای ا داره یعنی انگار یه ا و به هم چسبیدن در نتیجه پس اینی هم که تو کلاس تو این کتاب داریم میبینیم انگلیسی بریتانیایی من همین یه دونه کار کردم کار نکردم یعنی وقت روش نذاشتم من چون از ابتدا وقتی شروع کردم متریال بریتیش بود و معلمام هم بریتیش بودن دیگه این برای من جا افتاد برای من اهمیت نداشته سراغ بقیهش نرفتم ولی حالا ما اینا رو در تلفظ بریتانیایی میخونیم cat about میبینید این صدای ای این صدای شوا هست چقدر من در طول این دوره های گفتم شوا شوا این صدای ای کوتاه. about wonder صدای او داره در واقع آ او قاطیه انگار ونده یکی صدای آی بلند لاست که البته در انگلیسی مثلا امریکایی یا همین در بریتانیا در شمال بریتانیا همه ا میگنش لاست در انگلیسی امریکایی همون ای لاست یه همچین حالتیه. من نمیتونم درست واقعا بگم در مثلا شمال بریتانیا یه ای چکشی لاست یه همچین حالتی میگن به خصوص که مثلا فرض کنید یه منچستری به این حالت لاست minute مثلا لیت صدای ای هست این علائم رو یاد بگیرید برای یاد گرفتنشم من کتابی بهتر از کمبریج پرونانسییشن این یوز سراغ ندارم یک دو و سه داره اما اگه این کتاب رو دیدید حال نکردید یک کتاب دیگه است به اسم Get Rid Of Your Accent یک سه دو اگه خواستید این رو بخونید کتاب یک و سه کتاب های اصلی هن. کتاب دویش مثلا مطلب تکراری داره که یه موضوع دیگه است ولی اگر خواستید بخونید اینا رو بخونید اینو توصیه میکنم حالا یه نگاه بکنم اگر کتاباشو داشته باشم توی کانال هم براتون میذارم توی کانال تلگرام پس پرنانسیشن این یوست که مال همین انتشارات کیمبریج کتاب فوق العاده است یه کتاب دیگه هست بذاری اونم بگم حیف واقعا یعنی اگر این دو اینا رو نخوندید به خصوص برای کسایی که میخوان برن آیل شرکت کنن یه کتابی هست به اسم او3 که جلد اول کتاب هست و جلد دومش هست شپ او oh, حالا شاید هم برعکس باشه این دو یادم این خیلی عالیه به خصوص برای که مشکل مشکلات تلفظ به خصوص تلفظ بریتانیایی برای آیلز دارن این دوتا رو من توصیه میکنم که تو ساده ای هم از خیلی راحت هم میشه خوندش هر کدوم از اینا رو داشته باشم حالا چک میکنم توی کانال تلگرام میزن بریم جلو خب Alive صدای آی به این شکل نوشته میشه گیو دقت کنید که نمیگم گیو صدای ای بلند نیست ای کوتاه گیو پوت او صدای او هست Put. اما کات صدای آ آی کوتاه هم هست خیلی بلند نیست میگم کات کات و کیوپید Q. یو که با سی اومده این به این شکل نمیشه میشه و این آی هم که اینجا میبینید در واقع این هست یک کوتاه کیوپید نمیگم کیوپید مثلا آی ای داریم فیند فیند که آدم بی خود و عوضی میگن فرند اما ا هست فرند این ا با این یکی ا فرق میبینید. این طولانی تره این کوتاه ساینس آی آی میبینید آی که از این آی ساخته شده با یک شوها که اینجا بود آی ساینس بعدی ای رین رین این به معنی باران نیست رین به معنی هم افسار اسب هم به معنی حکومت مثلا حکومت کردن منظور ریسیو صدای ای داره ریسیو یه طولانی هم هست ری انفورس ای ای این فوس میبینید به این حالت مت صدای ای هست ولی این ای میبینید باز با این ای متفاوت مت میت میت می ت می 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 بینید دو تا حرف شبیه هم اومده ولی تلفظشون متفاوته ساری صدای آ نمیده میبینید در انگلیسی بریتی صدای یه آ او هست در واقع ترکیب صدای آ و او سوری. گو. او میبینید با صدای او نمیده صدای ای و او داره او حالا بخوام خیلی اگزاجرش کنم او او به این حالت گو. لوف. صدای یه کوتاه داره مثل کات که اینجا بود تو او به این حالت حتی بگم اینا تو ممکنه تو جمله بیفتن تغییر کنم مثلا همین two. تو توی جمله میشه ت صدای شوا میاد اینجا ای یا ا ببخشید هد اولی ا هست هد تیم ریاکت میبینید سه تا حالت مختلف داره تلفظ میشه او یو او که البته در تلفظ سریع اینو آ میخونیم آ یه آ فقط میگیم روت اینجا روت که البته یک تلفظ امریکایی داره روت که داره تو انگلیسی بریتیش هم رایج میشه وود وود بینید صدای او هست وود و دابل او کول cool. این علامتش کوک و آخری کوپت که البته اینو بایدی وسطش یه هایفن میذاشت نذاشته می میبینید کوپت بریم بعدی سایلنت لترز یعنی حروفی که خونده نمیشن صدا نداره نوشته میشه خونده نمیشه اولی پی هست که میبینیم این خونده نمیشه سایکیک، سایکایتری pneumatic, receipt, pseudonym, psychology. حالا جالبه که بعضی وقتا این کلمه ها یه, یه جوری وارد زبان فارسی شده اون نفر اولی که مثلا اینو خونده نمیدونسته اینو یا سواد کافی نداشته و همین کلمه تو فارسی هم مثلا جا افتاده مثلا همینو ببینید نیومتیک تو فارسی بهش میگن پنوماتیک توی مثلا مکانیک و اینجور چیزا کار داره نفر اولی که حالا اینو خونده ما نمیدونیم کیه نمیدونستی که اون پی خونده نمیشه وگرنه شاید ما توی فارسی هم میگفتیم مثلا این جک نوماتیکه نمیگفتیم پنوماتیکه حالا بعدی بی ببینید بی که بعد از ام بیاد آخر جمله خونده نمیشه کوم کوم دام نام توم کلایم وون لام که هیچ کدوم بی نداره نمیگم لمب وومب ووم لم بعدی بی هست دوباره دوت ساتل دت دت ال رو داریم کد شد کام دید توی اینستاگرام خیلی هم نیستن کیپ کالم الشون ها باید بخونیم کیپ کالم هاف یا هف توک پام سمن چوک یه نکته ای مثلا همین سمن میبینی در بعضی از لحجه های انگلیسی من شنیدم که این الشم میگن سلمن یا مثلا این کلمه بادوم ما میگیم آمند الشو نمیخونیم ولی من در انگلیسی امریکایی مثلا کسایی که در کالیفرنیا هستند شنیدم که این الشو میگن آمند پس اینا میدونید صد درصد نیست و ما یک لحجه استاندارد هم برای همه جا نداریم حتی اون چیزی هم که فکر میکنید استاندارده اگر نگاه کنید میبینید که تفاوت ها زیاد هست آدم ها جاهای مختلف میرن شهرهای مختلف زندگی کنن، برخورد دارن با آدم های دیگه و اینا رو هم تاثیر میده ما چیزی تحت عنوان لحجه استاندارد نم... واقعا میشه گفت در دنیای واقعی به اون نداریم بعدی H هست که معمولا H چیزی که اول کلمه میفته مثل آنه honor, honorable honest hour, hourly air صدای so تی رو داریم whistle castle و یا castle listen fasten یا fasten soften christmas کی رو داریم که این کی اکثرا در ابتدای کلمه است نی knife no knob knowledge not knit بعد صدای آر رو داریم که این آر الان مخصوص انگلیسی بریتیشه یعنی آری که در وسط جمله است و استرسی روش نیست تلفظ نمیشه یا آری که آخر کلمه است تلفظ نمیشه در انگلیسی استرالیایی نیوزیلندی تا یه حدی شبیه اینه تا یه حدی همیشه نیست ولی اونها یه لحجه میکس عجیبیه کارد که خب مثلا امریکایی ها، یا ایرلندی ها، یا اسکاتلندی ها اینا آرش رو تلفظ میگن یعنی کارد آرش رو میگن کارد پاک فام برن ورک ستوم تات و آخر کلمه هم بیفته نمیگی مادر سیستر تیچر ووتر که خب اینا تفاوت داره اینجا هم گفته The letter R is not silence. silent in some varieties of English For example, American, Irish, Scottish البته خیلی چیزا تفاوت داره مثلا همین کاد خب یه امریکایی اسکاتلندی شبیه هم نمیگه مثلا اون یکی مثلا امریکاییش یه چیزی شبیه به کارد میگه کارد ولی خب مثلا یه اسکاتیشی نمیگه کارد یه همچین حالتی یا یه چیز عجیب غریبی من نمیتونم درست بگم ولی منظور آرش رو میگه لحجه ها تفاوت های خیلی زیادی دارن و نکته مهمتری که بخوام بگم اصلا اهمیت ندید به لحجه لحجه واقعا چیز مهمی نیست و من هیچ وقت البته دیدم بعضیا که این کارو میکنن هیچ وقت دنبال این ندید که لحجه رو کامل حذف کنید از بین ببرید اینی ای نیتیو اسپیکر بشید شما دارید یه بخشی از هویتتون رو با این کار از دست میدید و اصلا کار خوبی نیست کسایی که معمولا هم کسایی دنبال این میرن که پاشون از این کشور بیرون نذاشتن یعنی شما اگر پاد برسه به یه کشور انگلیسی زبان زندگی کنی فرهنگ رو ببینی مطلقا دیگه سراغ این کار نمیری ولی خب نمیدونم چیه که در ایران برای مردم جذابه یه جوری صحبت کنیم که انگار مثلا امریکایی انگار البته فقط هم رو امریکایی ملت یا همچین. چیزی دارن تعصبی دارن هیچ کاره تا جایی که شما البته خوبه که لحظه خوب داشته باشید ولی اینکه بخواید کلا اینو حذف کنید خب اصلا گیریم لحظه رو حذف کردید هر کی هم دید گفت با عجب لحظه‌ای داری اصلا امریکا به دنیا اومدی خب نیومدید که نه امریکا به دنیا اومدی نه مدرسه رفتی نه تو کوچه هاش بازی کردی هیچ کدوم از اون المان های فرنگی شما نداری فقط یه لحظه ای که اونم بعد یه مدت تقلیدی به نظر میاد دیگه وقتی شما مثلا اکیورسی نداری تو صحبتت ولی لحظت عالیه خوبه چه درد میخواد؟ خلاصا رو تلفظ کار کنید وقتتون رو با لحظه تلف نکنید بریم بعدی changing stress خب some two syllable words in english have the same form for the noun and the verb این چیزی که من قبلا خیلی تمادش تو کردم سری کلمه داریم که در حالت اسم یه جور تلفظ میشن در حالت ف... فعل یه جور دیگه مثلا همین کلمه رو ببینید اگر, اگر فعل باشه میشه conduct, conduct. و صدای او شوا میشه صدای ای میشه conduct. اما اگر اسم باشه میشه conduct ببینید یا suspect و یا suspect که اولی اسم بود دومی فعل هست پس اینا رو باید تمرین کنید من نمیرم رو همشون برای اینکه میخوام مجبورتون کنم برید سراغ دیکشنری و اینا رو بخونید به خصوص مثلا این یه دونه این, این یه دونه برای مهمه اینا خیلی تابلو هست. مثلا ریکود و رکود اینا خیلی تابلو هن. این یه دونه تفاوتش کمه امیدوارم که این کلمه رو که اصلا تلفظش هم نمی اینو توی دیکشنری پیدا کنید برای من بنویسید که تفاوتش چیه وقتی اسمه وقتی فعله چه تغییری میکنه بخش common mistakes رو بخونیم میگه these words are often mispronounced apostrophe apostrophe خیلی خوبه حالا اگر دوستایی دو تلفظتون کار کنید بتونید کلمات رو از روی این علائمش بخونید recipe اوت. که میشه o 2 البته کامل میکنیم که vegetables muscle cupboard cupboard می بینید این تو اصلا یه اثری از پی نیست sword sword و interesting این علامت این خط هم که این بالا می بینید علامت استرس یعنی اینجا استرس رو بذارید خب تمرین کنید تمرین هم, هم حل کنید به دیکشنری سر بزنید سوالی هم اگر داشتید توی کامنت ها مطرح کنید تا جلسه بعد